هفته گذشته به راستی هفته درخشش مجاهدین و مقاومت ایران و پیروزی‌های پی در پی آن بود. یکی از این پیروزی‌های درخشان را روز پنجشنبه شاهد بودیم و آن تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده بود که همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک خشم و انتظار خود را از حضور پاسدار احمدی نژاد و دیکتاتوری فاشیستی آخوندی ابراز کردند و خواستار واگذاری کرسی ملل متحد به مقاومت عادلانه مردم ایران شدند. در این تظاهرات مقام‌ها و شخصیت‌های برجسته سیاسی آمریکا در سخنرانی‌های خود خطاب به تظاهرکنندگان ضمن محکوم کردن حضور پاسدار هزار تیر، پاسدار تضمین حفاظت بین‌المللی اشرف و خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی شدند. شماری از این شخصیت‌ها عبارت بودند از تام ریج، وزیر پیشین امنیت آمریکا، جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در ملل متحد، تام تانچیدو، کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در 2008، سرهنگ وستی مارتین، فرمانده پیشین جیاتیف و نیروی حفاظتی اشرف، دیوید کیلگور، وزیر مشاور پیشین امور خارجه کانادا و پهلوان مسلم اسکندر فیلاوی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت. در این تظاهرات، رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی پیامی خطاب به تظاهرکنندگان نیویورک گفت: رئیس جمهور این رژیم نامشروع هر ساله از تریبون بالاترین مرجع جهانی پیام مرگ و نفرت خودش را اشاعه می دهد. با این حال بزرگترین مقاومت سازمان یافته در برابر همین رژیم، مقاومتی با 120 هزار شهید راه آزادی، فقط به خاطر خوش آمدن همین رژیم تحت محاصره از سرکوب قرار دارد. مردم ایران خواهان قاطعیت علیه این رژیمند. پرونده نقض حقوق بشر ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود. این رژیم باید از سازمان ملل اخراج شود و کرسی ایران باید به نمایندگان واقعی مردم ایران، یعنی مقاومت مردم ایران، واگذار شود. تردیدی نیست که سرانجام مردم و مقاومت ایران این رژیم را به زیر کشیده، آزادی و حاکمیت مردم را برقرار می‌کنند.